سلام عرض ادب خدمت تمام شما دوستای عزیز، امید دارم که صحت‌مند باشین و اوقات خوش را تراویدم سپری کرده باشین. راضیه دلیلی هستم با تقدیم برنامه مالگه. آرزو دارم که مرا تا پایان برنامه همراهی کنین. عزیزای دل، امروز خواستیم که کلچه زعفران آماده بسازیم. بسیار یک کلچه مزه‌دار است. در نخست می‌ریم مواد لازم را می‌بینیم. بازم با مالگه باشین. مواد لازمه کلچه زعفرانی: آرد ترمیده 3 گلاس، شیر 1 گلاس، مسکه 100 گرام، تخم مرغ 2 عدد، بوره 1/2 گلاس، زعفران به قدر ضرورت، خمیر مایه 1 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 1 قاشق چای خوری، سیاه دانه به قدر ضرورت. در نخست باید خمیر کنیم و یک صفحه میمونیم و شیره گرم میکنیم. به اندازه یک گلاس بوره اضافه میکنیم و میمونیم که همراه شیر خوب حل شود. زعفران هم از قبل بالاش ها به جوش انداختیم بخاطر که دم بکشه و رنگش زیبا شد. همراه با شیر مخلوطش میکنیم و میمانیم که جوش بخوره و رنگش زیبا شد. با مسکر هم همراه شیر اضافه میکنیم، میمانیم که مسکر هم گرم شود و آب شود. به اندازه 3 گلاس آرد میگیم. یک عدد تخمه میگیریم و یک عدد تخمه هم به خاطر روش میمونیم که وقتی کلچه را آماده ساختیم به روش چرک کنیم. تخمه هم رای آرد مخلوط میکنیم. از پکر پودر و همچنان خمیر مایع استفاده می کنیم. که کمک می کنه خمیر زودتر برسد و خوب است که بیشتر خمیر از پکر پودر استفاده کنیم. باید آرد و مواد دیگر خوب مخلوط کنیم. باید خمیر خوب بمالیم با خاطر که تمام مواد با هم مخلوط میشه و هرچی خمیر کلچه سخت‌تر باشه با اون اندازه کلچهش مزه‌دار خوب میشه.
خمیر هم آماده است. در ظرف خودتر میمانیم به خاطر که ظرف کلانتر وقتی که در ظرف کلانتر خمیر میمانیم سرد میشه و نمیتونه به زودی برسه. میمانیم که خمیر برسه و ظرفای اضافی را هم جمع میکنیم. قسمی که شما میفهمید در خمیر از خمیر مایه و همچنان بیکن پودر استفاده کردیم و این به این منظور است که وقتی در خمیر از خمیر مایه و بیکن پودر استفاده میکنیم باید یک مدت بانی میشه، تقریبا یک ساعت یا 40 دقیقه بانیم تا او برسه و این خاطر که ما وقت نداریم، ما قبلا هم به مو شکل که خمیر آماده ساختیم و همچنان گرم نگه داشتیمش که خوب برسه، میخواهیم که خمیر هموار بسازیم. خمیر خوب رسیده. تخته واشگزه میگیریم، یک مقدار آتم روش پاش میدیم. و میبینید که خمیر چقدر خوب رسیده. به می اندازه که خمیر هموار ساختیم کافی است. والا به این شکل برش می زنیمش. به خاطر که تمامش به یک اندازه بیاد دو قسمتشه اما اضافه گیشه برش میزنیم. تمام شب برش زدیم و حالا به این شکل آماده می سازیمش. حالا قالب داشته می گیریم. کمی روغن می تازیم و چرب می کنیم تا کلچه هایی را که داخل قالب می مانیم و قالب نچسبیم. حالا به داشه هم چرب کردیم. والا کلچه ها را میموریم به شکل. میبینین دوست عزیز که چقدر یک کلچه مزدار همچنان چقدر شکل ساده دارم و بهش آسانی میتونیم آماده بسازیمش. کلچه ها را از هم کمی فاصله میدیم به خاطر وقتی که پخته میشه به یکی دیگر نچسبند.
دوست عزیز، شما میتونین که هر شکل خوش داشته باشین آماده بسازینش. این نظر به سلیقه و ذوق خودتان است. تمام کلچه ها را به یک شکل آماده می سازیم. بالی یک عدد تخمه میگیریم. زردی و سفیدیش خوب لط میزنیم و بروی کلچه ها چرخ میکنیم. بسیار شکلش برجسته و مقبول می سازه. باید کوشش کنیم که در بیشتری از کلچه های رکامانه می سازیم روش با تخم چرخ کنیم. دور و دورش و همچنان چهار طرفش باید خوب چرخ کنیم. تمام کلچه ها را چرخ کردیم و به خاطر زیباییش همچنان بسیار بوی خوبی که سیادانه داره از این استفاده میکنیم. دمو قسمت هایی که دور دادیم خود گل، دمو قسمت کمک میمونیم. ببینید دوست عزیز که چقدر زیبا می‌سازه. برای کلچه ها سیادانه هم انداختیم و حالا به داخل داش می‌مانیمش. دوست
عزیز، و کلچه ایره که داخل داش مانده بودیم پخته شده و میخواییم که از داش بکشیمش. بسیار بوی خوب داره و همچنان میبینین دوست عزیز که چقدر مقبول شده و چقدر خوب پخته شده. یک ذره به هم بشه خوب میکنیم. کمی داغ هم است، باید کمی احتیاط کنیم. دوست عزیزی بود کلچه ای که امروز با شما آماده ساختیم. خدا کنه خوشتان آماده باشه و شما هم بتونید به شکل کلچه مزه‌دار آماده بسازین و نوشه جان کنین. تا برنامه بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیرم، تک تک شما را به خداوند یکتا میسپارم.